سرخط خبرها. سرنوشت نامعلوم روند انتخابات در افغانستان. کمیسیون در انتظار تمویل مالی. اتحادیه اروپا منتظر جدول زمانی. هر زمانی که ما از سوی حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات برنامه عملیاتیشان را درباره چگونگی برگزاری انتخابات دریافت کنیم، اتحادیه اروپا برای کمک‌های مالی آن اقدام خواهد کرد. انتقاد از وجود فساد در اداره ملی تدارکات، اما این اداره بیش از 100 شرکت را در فهرست 38 افزوده است. جعل بوده، تزویر اسناد بوده و ارائه معلومات نادرست. سلام و شبتان بخیر. به مجموعه خبری ساعت 10 از 1 با من نصرت منصور خوش آمدید. اتحادیه اروپا به خاطر تمویل مالی انتخابات پارلمانی افغانستان منتظر برنامه مشخص و جدول زمانی انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان است. سفیر اتحادیه اروپا در کابل میگوید آماده پشتیبانی از یک انتخابات شفاف در افغانستان است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تمام طرحهایش را با حکومت و تمویل کنندگان خارجی شریک ساخته است، ولی تا هنوز هیچ پاسخ از آنان دریافت نکرده است. سجاد محمدی گزارش می‌دهد. با گذشت هر روز امیدواری برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در سال روان خورشیدی کم رنگ تر می شود. هنوز جدول زمانی و تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها مشخص نیست. هزینه برگزاری این انتخابات و برقی‌سازی این روند بیش از 220 میلیون دلار پیش بینی شده است. تمویل کنندگان خارجی هم تا هنوز دلگرمی چندان به کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت برای پرداخت هزینه انتخابات ندادند. ظاهراً دلیلش نداشتن یک برنامه مشخص و تنظیم شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان است. اتحادیه اروپا آماده است انتخاباتی را حمایت کند که در آن شفافیت و سلامتی انتخابات در میان باشد. ما حالا منتظر یک برنامه همشمول برای برگزاری انتخابات و اعلام تاریخ دقیق این روند از سوی حکومت افغانستان هستیم تا این روند را حمایت مالی کنیم. هر زمانی که ما از سوی حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات برنامه عملیاتیشان را درباره چگونگی برگزاری انتخابات دریافت کنیم، اتحادیه اروپا برای کمک‌های مالی آن اقدام خواهد کرد. اما باید مشخص شود که مطابق کدام برنامه و یا با کدام سیستم می‌خواهند انتخابات را برگزار کنند. پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات گونه دیگر است. این کمیسیون میگوید طرح کوچک ساختن حوزه‌های انتخاباتی، جدول زمانی انتخابات و روش برقی‌سازی انتخابات را با حکومت و تمویل کنندگان جهانی شریک ساخته است، اما از جانب آنان هیچ پاسخ دریافت نکرده است. طرح حوزه‌های انتخاباتی، جدول زمانی انتخابات، ارزیابی مراکز رایدهی، استفاده از تکنولوژی، این تمام چیزا به اونا شریک ساخته شده و طرح‌های ما به اونا هم شریک ساخته شده و به دولت اسلامی افغانستان هم شریک ساخته شده. اونا ای را مطالعه هم کرده، لیکن تا امروز تصمیم جدی صورت نگرفته. اما حکومت پاسخ روشن درباره آمادگیش برای برگزاری انتخابات و زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها ندارد. تنها دیروز ریاست جمهوری اعلام کرد که اراده برگزاری انتخابات را دارد. حکومت در انتخابات و در ترسره کول و ټینګ اراده لري. پام دې خاطر له مرسته کوونکو د کمیسیون له غړو سره لس پرله پسې غونډې کړې دي. ټوله ارزونه د امنیتي او مالي کمیټو لخوا کېږي. هغه چارې چې د حکومت مسؤلیت دی حکومت به یې کوي، او هغه چارې چې د کمیسیون مسؤلیت دی کمیسیون به یې ترسره کوي. این همه در حال است که دیروز کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داد اگر تا پایان ماه روان طرح امنیتی و نیز هزینه انتخابات از سوی حکومت و جامعه جهانی نهایی نگردد، به احتمال زیاد برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در سال روان ناممکن می شود.
فساد اداری در کاخ ریاست جمهوری بیداد می کند. برخی از اعضای مجلس در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آقای غنی را به قومگرایی متهم می کنند. شما را هم در نشست امروز مجلس تاکید می کنند که در تقرری های بلند دولتی حتی یک کرسی تا 200 هزار دلار آمریکایی به فروش می رسد. معاون مجلس نمایندگان می گوید رئیس جمهور برای از بین بردن فساد در تمام ادارات دولتی به جای شکایت عمل کند. عماد روسی جزئیات می دهد. رئیس جمهور غنی به تازگی وزارت داخله را قلب فساد در نهادهای دولتی دانست و نیز تعینات در وزارت خارجه را قومی. موضوعی که با واکنش های تندی از اعضای مجلس روبرو شده است. ما میبینیم که تمام بست های بلند دولتی از 20 هزار دلار تا 1 لک دلار تا 2 لک دلار بالاتر از او فروش میرسه. ما این را مختص ساختن به قوم و یک تبار ای عمق تعصب رئیس جمهور نشان میداد. چنین اظهارات از جایگاه ریاست جمهوری جناب رئیس بدور از تمامند موازین اخلاقی، انسانی و حتی شرعی است. جناب رئیس جمهور، قومی عمل کردن شما را تقلیل میده از یک شخص بزرگ و رهبر در یک مملکت به یک شخصی که کارها و مسائل را از دریچه بسیار کوچک قومی مینگره. میگویند رئیس جمهور با این اظهاراتش قومی برخورد کرده و اما در پیمانهای تدارکات، وزارت مالیه و اداره امور، فساد اداری بالاتر از دیگر نهادهای دولتی است. زین مشاورین دی جناب رئیس جمهور سنگ که نستی چاگا دلیاکت سطحه دی زینو دیرو تیتروتبه ممرون نام ضعیفه ده. اما یک شمار دیگری از اعضای مجلس در واکنش به این گفته های همقطارانشان میگویند که برخی از اعضای مجلس نیز سبب افزایش فساد اداری در نهادهای دولتی شدند. اعضای فامیلشان نصفش در گمرک مقرر است. قل از وکیلا بیاین لسایتان بکشید، از مرام بکشید. وقتی که خودتان مقرر میکنین فساد میکنین، خوب بسیار خوب هستین. وقتی که باز نامتان بگیره باز میگه چرا نام فلان وکیل گرفت، نام وزیر گرفت. معاون دوم مجلس نیز از رئیس جمهور میخواهد که به جای شکایت دست به کار شود و مبارزه جدی را برای از بین بردن فساد اداری روی دست گیرد. رئیس جمهور به دیه و قوم نوم نی اخیسته اید، ما قومی کودلی بلی کودلی خوم قومی خبر رئیس هم نمهیل داده سدای باید اقداماتو که نشکایتون شکایتون شپا و رس من رئیس جمهور تلگیایو باید دای رای حال و گوری. اما پاسخ ریاست جمهوری در این مورد چیست؟ شما میبینید که مشکلات در اداره های مختلف وجود داره و به می خاطر است که حکومت در بخش های مختلف اقدامات را روی دست گرفته تا با پدیده فساد مبارزه کنه. تلاش برای است که تمام قراردادها از طرف کمیسیون تدارکات ملی پروسه هایش در مطابقت با قانون صورت بگیره، چنانچه 99 جلسه صورت گرفتن، 900 قرارداد بررسی شده. یعنی نشان دهنده حجم کار حکومت وحدت ملی در تمام بخش ها و ادارات است و اگر از یک وزارت نام گرفته شد باید یک نمونه و مثال هست. اعضای مجلس ادامه کار سرپرست وزیران را سبب افزایش فساد اداری در نهادهای دولتی می‌دانند و از رهبران حکومت می‌خواهند که برای کاهش و مبارزه با فساد اداری نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رای به مجلس بفرستند. فساد اداری در دستگاه دولت افغانستان دارد فراگیر می‌شود. از ریاست جمهوری و ریاست اجرایی گرفته تا پارلمان و اعضای مجلس همه متهم به فسادند. نهادهای حکومتی بارها از اعضای مجلس انتقاد کردند که در تقرری افراد مداخله می کنند و نیز در پرونده های بزرگ فساد اداری دست دارند. هرچند برخی ها از وجود فساد در اداره ملی تدارکات انتقاد می کنند، این اداره بیش از 100 شرکت را در فهرست سیاهش افزوده است. رئیس این اداره می گوید دلیل افزوده شدن این شرکت ها جعلکاری و ارائه معلومات نادرست در مورد نحوه کاری این شرکت ها بوده و تمام این شرکت ها به دادستانی کل معرفی شدند. طارق ثاقب در این مورد گزارش دارد. آیا روند توزیع پروژه های دولت شفاف خواهد شد؟ یکی از چالش‌های کلان در نهادهای دولتی وجود فساد در بخش پروژه‌های قراردادی وزارت هاست که گفته می‌شود بر بنیاد روابط بسته می‌شود. حالا اینجا رئیس اداره ملی تدارکات بر معیاری شدن و شفاف شدن روند قراردادها تاکید دارد. ما یک تفاهم‌نامه را با بخش مبارزه علیه جرایم سنگین وزارت داخله امضا کردیم که بر مبنای از او
ما کوشش میکنیم که تا جایی که میتونیم جلوگیری بکنیم از اقدامات کسایی که بخواین خدای نخواسته سوء استفاده از سیستم یا از تدارکات بکنن. برای اینکه حرفهایش قابل پذیرش باشد، نمونه کاری پیش میکند. میگوید بیش از 100 شرکت قراردادی که جعل کاری میکردند شامل فهرست سیاه این اداره شده و به دادستانی کل نیز معرفی شدند. دلایل اصلی که این شرکت ها وارد لست سیاه تدارکات شدند جعل بوده، تزویر اسناد بوده و ارائه معلومات نادرست در قسمت کارکردگی از این شرکت ها بودن. اما برخی ها به ویژه شماری از اعضای مجلس باور دارند که اداره ملی تدارکات خود یک نهاد فسادزاست و در قراردادهایی که از طریق این اداره بسته می شود فساد وجود دارد. در کجای افغانستان فساد نیست؟ شما از پروسه ملی تدارکات شروع کنین، هم فساد و هم تعصب قومی، تا اداره امور برین، تا به وزارت مالیه برین. در وزارت مالیه خب بعضی بستا یک رقم خط سرخ است که غیر از یک گروه خاص کسی دیگه داخل شده نمیتونه. بر بنیاد گفته های این مقام دولتی، سیاست نپذیرفتن فساد در نهادها و پروژه های قراردادی جاری است و اداره ملی تدارکات از آغاز سال تا کنون دست کم 900 قراردادی را لغو کرده است که سندهایشان درست نبوده است. خدای رحم، مردی که در ننگرهار دو خواهر را در یک شب به نکاح خود درآورده بود به 17 سال زندان محکوم شد. دادگاه ابتدایی ولسوالی شیوه ننگرهار پدر این مرد و شخصی که دختر دومی را از خانهش با زور رابوده بود نیز به 17 سال زندان محکوم کرده است. همزمان با این دادگاه ملایی که نکاح خدای رحم را با دو خواهر بسته بود نیز به 7 سال زندان محکوم کرده است. خدای رحم نزدیک به 5 ماه پیش در ولایت ننگرهار نخست یک دختر را به نکاح خود درآورد و سپس به دلیل آنچه ناباکره بودن دختر دانسته شده بود او را از خانه بیرون کرده و خواهر 13 سالش را از خانهشان به زور ربوده و به نکاحش درآورده بود. ما اوسانیان هر یک رسولدار ولد خدایدار، ولایت خان ولد رسولدار، غلام نبی مشهور به جنگوش ولد بابا را در قضیه اختطاف مسامات مرحبا بنت نادرخان طبق هدایت ماده 5 فقره 2 زمینه شماره 5 قانون جزا منتشره جریده رسمی 1247 مورخ 11/11/1395 و مدت 17 سال حبس تنفیذی هر واحد تان محکوم به جزا نبوده. نتیجه آزمون اداره شناسنامه های برقی اعلام شد. در این آزمون از 33 ولایت کشور 6500 تن اشتراک کرده بودند که از این میان 492 داوطلب که بیشترین نمره را گرفتند کامیاب و به آزمون تقرری را یافتند. این آزمون از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و همکاری نهادهای مرتبط حکومتی و زیر نظارت نهادهای مختلف حکومتی و غیر حکومتی راه اندازی شد. نبود امنیت و سطح بسیار پایین آگاهی از سیستم حمل و نقل جهانی جاده‌ای سبب شده که افغانستان نتواند از این سیستم بهره ببرد. از 4 سال بدین سو افغانستان تنها 17 لاری را از این راه سیستم به بیرون صادر کرده، در حالی که وارداتش با استفاده از این سیستم 1125 لاری بوده است. حالا مقام‌های وزارت ترانسپورت و هوانوردی با برخی نهادهای دیگر برنامه را برای آگاهی دهی درباره سیستم حمل و نقل جهانی جاده‌ای روی دست گرفتن. نرگس اورخش گزارش میدهد. تیر، دروازه برای ورود افغانستان به تجارت جهانی، اما افغانستان تا کنون در استفاده از این راه تقریبا ناموفق بوده است. شاید نامش چندان آشنا نیست. سیستم تیر یا همان سیستم حمل و نقل جهانی جاده‌ای سیستمی است حاوی از اصول برای آسان ساختن حمل و نقل کالاها که از سوی اتحادیه جهانی حمل و نقل جاده‌ای میان کشورهای عضو اجرا می شود. در این سیستم کالا پس از مهر و لاک شدن از گمرک مبدا تا گمرک مقصد بدون کدام مانع انتقال داده می شود. افغانستان برای نخستین بار در سال 1983 عضویت کنوانسیون جهانی حمل و نقل جاده‌ای را گرفت، اما در جریان جنگ‌های داخلی عضویتش به حالت تعلیق درآمد.
افغانستان در سال 2013 دوباره به این کنوانسیون پیوست. این عضویت زمینه تجارت با 57 کشور را از راه جاده فراهم می کند. اما افغانستان در جریان 4 سال گذشته به استفاده مؤثر از این سیستم قادر نشده است. در جریان 4 سال تنها 17 لاری از افغانستان به بیرون صادر شده، در حالی که وارداتش 1125 لاری بوده است. دلیل این ضعف هم نبود امنیت آگاهی نهادهای دولتی از استفاده این سیستم گفته می شود. مشکلات زیاد در عدم هماهنگی با ادارات زیرفت و اغازه های بیموردی که مثلا در شهرهای افغانستان صورت گرفت. هرچند در این چند سال کارهای انجام شده است، اما کافی نیستند. هنوز هم با گذشت چندین سال چالش های زیادی برای کار اساسی در این زمینه وجود دارد. شرکت های ترانزیتی توانایی استفاده قابل توجه از این سیستم را ندارند. از همین رو در اینجا وزارت های مالیه، ترانسپورت و هوانوردی و اتاق تجارت و صنایع برنامه ای را برای آگاهی دهی درباره این سیستم برگزار کرده. هدف هم بلند بردن ظرفیت ها برای استفاده از سیستم تیر و از سوی افزایش صادرات کشور با استفاده از این سیستم است. هدف سیستم تیر فراهم نمودن امکانات بهتر برای حمل و نقل تجارت بین المللی، کاهش هزینه های جاده، کاهش تأخیر در عملکرد سیستم ترانزیت بین المللی، حذف تضمین گمرکی در مرزها و فراهم نمودن زمینه انتقال محموله ها طبق روش های استاندارد می باشد. اشراک کنندگان در این برنامه از حکومت می خواهند برنامه های جدی برای استفاده از این سیستم روی دست گیرد. تمام وزارتخانه هایی که مکلفیت دارد قسمت تطبیق ازی باید از هیچ نوع تلاش و سعی دریغ نورزند و یک جا با یک هماهنگی باید کار بکنند تا ما بتانیم که به سطح دنیا البته وسایل نقلیه افغانستان عملا فعالیت بکنه. با بکارگیری درست از سیستم تیر افغانستان با اقتصاد جهانی وصل خواهد شد. صادرات کشور سهل می شود و از سوی از وضع قواعد خاص در گمرک ها معاف خواهد شد. در ادامه هشدار علی خامنه ای به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران. رهبر ایران گفته است امیدوار کردن آمریکا به خود به زیان انتخابات ایران خواهد بود. آزمون سراسری بست‌های ریاست‌های معارف کابل و ولایات کشور امروز در پایتخت برگزار شد. وزارت معارف میگوید در این آزمون 240 داوطلب اشتراک کردند که از این میان تنها 27 تنشان پذیرفته خواهند شد. در بیرون از افغانستان علی خامنه‌ای رهبر ایران به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده که اگر با سخنانشان امریکا را به خود امیدوار کنند انتخابات به زیان ایران تمام خواهد شد. خامنه‌ای در سخنرانی امروزش در جمع دانشجویان دانشگاه امام حسین گفته که دشمنان ایران در تلاش ایجاد آشوب و فتنه در ایران هستند. رهبر ایران همچنان تاکید کرده که اگر کسی بخواهد بر ضد امنیت ایران اقدام کند با واکنش سخت از سوی ایران روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، رئیس اف بی آی یا پلیس فدرال آمریکا را از کار اخراج کرد. کاخ سفید میگوید رئیس جمهور این تصمیم را در ارتباط با چگونگی رسیدگی رئیس اف بی آی به مسئله ایمیل های هیلاری کلینتون گرفته است. اما دموکرات ها میگویند اخراج رئیس اف بی آی به نتیجه تحقیقات این سازمان در مورد ادای هیلاری کلینتون در زمینه رابطه داشتن ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ با روسیه ارتباط دارد. خبرها همین قدر بود، اما در حاشیه خبر امشب حرف حکومت اراده برای برگزاری انتخابات است، اما در عمل هیچ. هنوز جدول زمانی انتخابات پارلمانی مشخص نیست. هزینه برای برقی سازی سیستم انتخابات 220 میلیون دلار گفته شده که تمویل کنندگان خارجی هم تمایل برای تمویل آن نشان ندادند. کمیسیون انتخابات هم شاید یک برنامه مشخص و تنظیم شده ندارد، به گونه که حتی سفیر اتحادیه اروپا میگوید ما آماده هستیم از یک انتخابات شفاف حمایت کنیم و انتظار برنامه عملیاتی را از حکومت و کمیسیون انتخابات داریم. اما کمیسیون انتخابات میگوید ما جدول زمانی
کوچک سازی حوزه های انتخاباتی و روش برقی سازی را با حکومت شریک ساختیم، اما هیچ پاسخ دریافت نکردیم. کمیسیون هشدار داده که اگر تا آخر ماه روان موضوع بودجه و طرح امنیتی انتخابات نهایی نگردد، در این سال انتخابات برگزار نخواهد شد. در این میان همه حرفای گنگ و پیچیده روشن نیست که حکومت نمیخواهد انتخابات برگزار کند، کس حاضر به تمویل نیست و یا هم کمیسیون ناتوان است و نمیتواند روی این موارد کار کند. در حاشیه خبر امشبم با مهمانم روی این موارد بیشتر بحث خواهیم کرد. با ما باشید.